سلام به دوستداران و همراهان کانال پارسی تیوی. در این ویدیو به واکنش همسر رضا رویگری، خانم تارا کریمی، پس از انتشار ویدیوی جنجالی رضا رویگری در خانه سالمندان پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. خانم کریمی طی مصاحبه تلفنی نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن خب چیز جدیدی نیست این اتفاقا، این قضاوت‌ها همیشه از طرف یه سری از آدم‌ها بوده و من به مردم حق میدم، چون که به هر حال دوست دارن هنرمندمون رو تو این وضعیت نابسامان ببینن. اما مردم اشتباه فکر میکنن، این موضوع نابسامانی نیست. از نظر من و پزشکشون و از نظر تیم پزشکی رضا رویگری صلاح دیده شد که ایشون توی جایی باشن که بشه ازشون مراقبت بشه. تیم پزشکی از ایشون به گونه ای نگهداری بکنه که بشه بهترین شرایط و امکانات رو به ایشون بدن. تمام این افراد هر کاری که تونستن و برای ایشون انجام دادن و واقعا هم تمام تلاششون رو کردن، ولی فکر کنم در جریان هستید که آقای رویگری 5 سال داره مصاحبه میکنه و عنوان میکنه که من تو شرایط مالی بدی هستم و توان پرداخت جای خصوصی و خیلی مسائل دیگر رو ندارم. ایشون بعد از عید حالشون شدیداً بد شد و بعد از گذروندن چند روز توی خونه به بیمارستان مدرس منتقل شدن. این در حالی بود که رضا رویگری حتی کنترل مسائل بهداشتیش رو هم نداشت و تحت درمان بود و یه روز در میون باید از اوژانس می اومدن و بهش سرم وصل می‌کردن و یه سری سم‌ها رو از بدنش خارج می‌کردن. در نهایت تصمیم گرفته شد برای کنترل بیشتر ایشون رو ببریم بیمارستان مدرس بستری کنیم و اونجا دکتر بزرفشان رئیس بیمارستان مدرس و خانم دکتر تیرداد که متخصص مغز و اعصاب هستن شدیداً از آقای رویگری مراقبت کردند و بهترین خدمت رو به ایشون کردن. توی اون برهه زمانی رضا رویگری حتی دیگه نمیتونست با عصا راه بره و خب همونطور که گفتم کنترل هیچی رو نداشت و من به تنهایی نمیتونستم از رضا رویگری توی خونه مراقبت بکنم. در نهایت مجبور به این اتفاق شدیم. متاسفانه ویدیویی که گرفته شد واقعا ناحق و ناعادلانه بود. جای تأسف داره ولی پیش اومده. موضوع اینه که من 8 سال بهترین روزهای زندگیم و بهترین روزهای عمرم رو در کنار ایشون گذروندم و مثل یه مادر تو سن 32 سالگی از ایشون پرستاری کردم و هر جوری که فکر کنید کنارش بودم و هر کاری که از دستم برمی اومد و در حد توانم بود انجام دادم. الانم خیلی خوشحالم که این کارا رو کردم و هر کاری که تونستم رو باز هم انجام میدم. همین لحظه هم اگر شرایط مالی طوری باشه که بتونم کنار رضا رویگری باشم و از پس این قضیه بر بیام، باز هم همون کارا رو میکنم. من از چندین خیر کمک خواستم و هیچ جوابی نگرفتم و در نهایت بهترین راه و ممکن ترین راه انتخاب شد. مطمئن باشید که منم از این موضوع ناراحت بودم و اذیت شدم. اگه مردم تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتن فقط به عنوان یه طرفدار بوده. من به عنوان همسر ایشون و کسی که چند سال باهاش زندگی کردم خیلی ناراحت‌تر و غمگین‌تر بودم از این موضوع. زمانی که هیچکس حاضر نبود حتی یه روز کنار ایشون باشه، من 8 سال کنارش بودم. تمام کسایی که الان دارن جوش این موضوع رو میزنن و عکس العمل نشون میدن تو این 8 سال کجا بودن؟ من هیچ کدومشون رو حتی ندیدم. من از خیلی ها تقاضای کمک کردم و شرایط رو توضیح دادم و خواستم حتی اگه خودشون هم نمیتونن به ما کمک بکنن، اگه دستشون بازه ما رو به ارگانی معرفی بکنن تا من خودم ازشون درخواست کنم، اما هیچ کس کمکم نکرد. من تک و تنها بودم. از همشون کمک خواستم ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد. اگرم اتفاقی افتاد چیزی نبود که بتونه آقای رویگری و من رو از این شرایط نجات بده. ما حتی اجاره خونه و هزینه‌های زندگیمون رو نداشتیم. شرایط طوری بود که باید یه فکر اساسی میشد. متاسفانه خصلت ما ایرانی ها همینه. تا زمانی که طرف به ته خط نرسه نمیتونیم وخیم بودن اوضاع رو درک بکنیم. رضا رویگری 5 ساله داره توی چندین و چند مصاحبه اوضاعش رو میگه و بیان میکنه که نمیتونه خرج زندگیش رو بده. چند وقت پیش بزرگداشتی برای آقای رویگری برگزار کردیم و خیلی از همین سلبریتی هایی که الان کاسه داغ‌تر از آش شدن با وجود اینکه دعوت بودن نیومدن به اون برنامه. من الان چی بگم؟ چه حرفی میتونم بزنم؟ الانم تنها هدفم اینه که به ایشون کمک بشه.
نتیجه کار برای من مهمه. همین آقای رویگری خواننده و هنرمندیه که خودشو وقف این مردم و هنر کرده، ولی الان تنهاست. منم میدونم الان که توی خونه سالمندانه ناراحته و حال روحی خوبی نداره و وقتی این ویدیو گرفته شده مسلماً از همه چی ناراحت بوده، ولی تمام پرسنل اون آسایشگاه به بهترین شکل ممکن به رضا رویگری خدمت کردن و از همه لحاظ به ایشون رسیدن. من خیلی ناراحت شدم وقتی این ویدیو منتشر شد. حرف آقای رویگری در مورد آسایشگاه کهریزک خوب نبود. کهریزک جای بدی نیست. کلی انسان زحمتکش دارن اونجا به مردم شبانه روز بدون هیچ چشم داشتی خدمت میکنن. این کم لطفیه در مورد اون افراد. من از همه اونا ممنونم. شما خودتون چهره رضا رویگری رو توی اون فیلم نسبت به 4 ماه پیش توی خونه خودش مقایسه کنید، ببینید چقدر سرحالتر از اون موقع است. این یعنی اونجا به ایشون رسیدگی کردن. در حق پزشکان و پرسنل اونجا کم لطفی نکنیم. هدف اینه که وضع آقای رویگری رو به بهبود بره. وضعیت جسمی، وضعیت سلامتی و وضعیت معیشتی ایشون و زندگی نابسامانشون یه سر و سامونی بگیره. چه تارا کنار ایشون باشه چه نباشه. من تا روزی که هستم هر کاری که از دستم بر بیاد برای آقای رویگری میکنم. اگه الان در قالب همسر هستم همسر، اگر بعدن در قالب دوست بودم یه دوست. خواهشم اینه که یه نگاه زیباتر به زندگی هم دیگه داشته باشیم. آره نیاز بود این رفتارها شکل بگیره و این اتفاق بیفته. ای کاش این دوستان یه زنگ به من میزدن و حال احوال ایشون رو میپرسیدن. از خود من تلفن های رویگری خاموش بود، به من زنگ میزدید و خب امروز همه متوجه شدن و خیلی هم حق رو به من دادن که من بهترین کار رو و بهترین راه رو رفتم. کسی قصد آزار کسی رو نداره، اونم من که بخوام به رضا آزار برسونم و ارتباطش رو بخوام قطع بکنم. من اصلا دلیلی برای این کار نمیبینم. رضا یه هنرمنده و مال مردمه. تا الانم هیچ وقت مانع این موضوع نشدم. هر کس دوست داشته به رضا نزدیک بشه، من با روی باز این موضوع رو پذیرفتم. اصلا قرار نبود رضا رویگری همیشه توی خونه سالمندان بمونه. ایشون به صورت موقت قرار بود اونجا باشن تا شرایطشون اوکی بشه. حالا اگه قرار بود برن آسایشگاه خصوصی برن یا اگه قرار منزلی برای ایشون تهیه بشه بره منزل خودش. خب خیلی ها در جریان بودن و کلی وعده دادن و منم منتظر بودم این اتفاقا بیفته. من هر روز به ایشون سر میزدم و شاید باور نکنید ولی کلن 10 شبه که رضا رویگری اونجاست. این موضوع روی خوشی نداشت. ما ایشون رو برای بهتر شدن برده بودیم اونجا. چه فرقی میکنه مکانش کجاست؟ من هر کسی که بخواد به رضا رویگری کمک بکنه رو با فراغ بال به سمتش میرم، ولی در قالب صحبت و حرف فقط نباشه. فقط شواف و تلاش برای وایرال شدن توی فضای مجازی نباشید. زمانی که توی خونه خودمون بودیم از کلی ارگان مختلف اومدن پیش رضا رویگری و قولهایی دادن که خونه میدیم و همه کار میکنیم واسه، ولی همش وعده بود و هیچ اتفاقی نیفتاد. در نهایت از همتون خواهش دارم به این مسئله واقع بینانه نگاه بکنیم، ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته. به همدیگه کمک کنیم، نه به هم زخم بزنیم. منم قطعا از این موضوع خوشحال نیستم و الان حال خوبی ندارم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به مصاحبه خانم تارا کریمی در مورد این اتفاق پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.